به هر صورتی، حالا از شعر بگیرید تا داستان بگیرید، حالا نوشته باشه یا تصویر باشه یا موسیقی باشه، اینا در واقع از یه ریشه میاد. اصل قضیه یه چیزه، یعنی نیاز انسان به این که بیان احوالاتی بکنه. بشنو این نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. خب میدونی که اصلا دیگه یعنی آغازی بهتر از این ما نداریم. آنچه که باعث میشه که مولانا یه همچی حرفی میزنه یا فردوسی اونطور صحبت میکنه، به نظرم اینا دارن میگن که موضوع از چه قراره. حالا ممکنه که یکی وقت باشه وانگوگ این کار رو بکنه، یکی بشه با عملش بکنه. حرکت حلاج وقتی که اون کاری که حلاج میکنه به اون شکلی که میره بر سر دار، اصلا چکامه ای از اون قشنگتر هست. خودش این شعر عمل به شعره، به شرطی که ناب باشه و به شرطی که از سر صدق باشه، به شرط اینکه اساسش اخلاق باشه. یعنی حرفی که خواسته از دلش بر اومده یا نه. یعنی اگر اون بود، یعنی صداقت بود در کار و صمیمیت بود، یعنی کسی راست میگفت، به خودش دروغ نمیگفت. اگه به خودش دروغ، اگه به دیگران دروغ نمیگفت، با احتیاجی به ایجاد موقعیت‌های بیشتر از حقش نیست. خودشو در ویترین نمیذاره. مثلا کارهای موفق هنری همیشه اونا که اصل کاری هست، وقتی میشه فردوسی و حافظ و سعدی و اینا، یه همچه قضیه است. باید که اساس و پایش قطعا و یقینا ریشهش در صداقت، و صداقت اساسه چیزیست که ما اسمشو میذاریم اخلاق. اولین چیزی که برای منتقد مطرح بشه چیه؟ پس بکنه که این آدمی حرف که میزنه صمیمیه در حرفش، صمیمیه با خودش، یعنی که دروغ نمیگه. دنیای خیال و دنیای واقعی هر دوتا جزی از واقعیت کلی تره، و خوابم که خواب دیدنم جز بشه، و هر اتفاقی که میفته و هر کلمه ای از زبان هر کسی صادر میشه همه جز بشه. اصلا همینطور در حال رشد این خیال، اگر فقط صرف خیال باشه، خیال بر خطرناک شیطانی داره، میتونه به کلی بذاره توی خط عوضی. ببین آقا، ریل مهمه. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه رو گشت صبح نخست. اگر امری غیر از ریل صدق باشه قطعا منحرفه. ولی خیلی کارهای بزرگ هنری در دنیا هست که معروف مهمه، آدماش هم مهمن. هر قطعی مهمتر میشه، اتفاقا ریل چیزش خطرناکتر میشه اگر روی این خط نباشه. شما اندی وارهول رو مقایسه کنید با وانگوگ، اونم شعله ور بود، اونم یه رو نیچه یه رنگ بود برای خودش. اندی وارهول یه کاسب به میلیون ها میرسه. شما اگر رو خط درست داری بینید، اشتباه بکنید، خرابکاری بکنید، خطتون درسته، میتونی اصلاح بکنی. ولی اگر روی خط ریل عوضی عالی ترین کارا رو هم بکنی، تو میری به ترکستان، به کعبه نمیرسی. خلاصه ترسم نرسی به کعبه اعرابی. یعنی همین دو قطبی که در آدم هست، نفسانیتش قطعیه، که ما بهش میگیم نفس اماره بهش میگیم دیگه. در مقابلش چیه اون چیزی که نوره؟ میگن روح دیگه، روح. حالا گفت این دوتا خیلی باشه یا نباشه، به عنوان دوتا سمبل اسطوره هم اگه باشه، جواب این معنی رو خیلی خوب میده. اگر در حرکت خیال در جهت نفس اماره باشه، اون انحرافه، به درد نمیخوره. اگر در جهت نور باشه، اون روخته. یعنی هوای خودبینی و خودخواهی آدم باعثش نشده باشه که این کار بکنه، ولی که خودشو بذاره تو ویترین. خود رو در ویترین گذاشتن، این بزرگترین لطمه ایست که آدم به خودش میتونه بزنه. اگر به معنی ایمیجینیشن دارید میگید خیال رو، ایمیجینیشن اگر که بره در جهت وهم خطرناکه، اگر بره در جهت خلاقیت
بله درسته. از دکتر صفت من شنیدم یه حرفی به من یاد گذاشت که آقا هی میگن هی رسم میگن، بعضیا میگن هنر برای هنر، بعضیا میگن نه هنر برای اجتماع. هر دو تاشون اشتباه میگه، حرف بی خودیه. هنر برای هنرمند فقط. این حرف شوکه میکنه آدم و دیگه میگه عجب بس که پر روی بذار. بعد دیدم یه درست میگه اینو. وقتی بعد اول منم شوکه شدم از این حرفش. گفتم ببینم حرفش درسته. اگر یه هنرمندی، حالا هر نوع هنری داشته باشه، کاری که بکنه در حدی بکنه که برسه به رضایت مطلق، یعنی داره چیکار میکنه؟ یعنی در دقیق میشه در کارش، یعنی بگه آه حالا شد هی زجر بکشه یعنی نشد بندازه دور، بگه حالا شد، خوشحال بشه. هم هنرش برای هنره، هم برای اجتماع. وقتی اون میشه این دیگه هر چیز، وقتی با صداقت این عمل بشه درست آقا. ولی کسی بگه برای هنر برای اجتماع، ببین چه بر سر ما آمده از بابت های و های تود بازی برای اجتماع، و چه بلاهایی شده، چه شعرهایی برای اجتماع گفته شده. برای هنر خالی هم که باشه، یا بیری توی هپروتایی که به درد عمه جانت میخوره. ولی اگر عملی بکنی که حقیقتا رضایت مطمئن بسن، ما میشه نیچه. نمونه این شعله ولی در واقع اونه که این کار داره که دیوون هم با جنون هم میمیره. این حرف که الان حرف اخیر پست مدرنیه دیگه، این حرفا که الان دریدا و اینا هم دارن زدن و از این حرفا، رجوعی که اصلا آتر شاعر رو حس میکنن، میگن بخاطب حساب دیگه درسته؟ توی همین چیزی گفتید، اون تعریف شعر، حالا اون چکامه تعریف شعر گفتید، اونجا یه تیکه توش میاد اشاره میکنه به این روزات همدانی، معروف میشناسید که این روزات، و دیدی که نامه هاستی که نامه های این روزات خوندید لابدی، نامه های این روزات جوان مردا، دو تا نامه داره تو اونجا راجب شعر حرف میزنه. تو این شعر حالا مثلا من این که نوشتم دارم اینو میگم، میگم بعد از مدت ها سال ها هی بالا پایین رفتن و کلنجا رفتن با خود و با دیگران، کتاب خوندن و فلا اینا، عاقبت به این نتیجه رسیدم که شعر کلام موزونی است که معنی آن در صورتش متوقف نشود. این به یه همچی مثلا یه تعریفی برای شعر مثلا من پیدا کردم که بعد این همینطوری کم کم هی کم میشه آب میشه، از بین میره اصلا این تعریف خود آدم. حالا بمانم، بعد میگه یه جایی میگه که همین تو اینجا به جلو میره، میگه که شعر آینه ایست که هر کس صورت خود را در آن میبیند، و حتی پیش از آن که سروده شود کسانی سوای شاعر تماشای صورت خود را در آن آغاز کردند، چنان که ابوبکر صدیق در آن روز که پیکر رنجور رسول خدا را در برهوت تفته تابستان حجاز بر دوش میکشید، زبانش مترنم بود به بوی جوی مولیان رودکی و سینه‌اش سرشار از آب جیهون که از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همی. این دریدا مریدا همینا رو دارن میگن دیگه، نمیگن هنر فقط برای هنرمند. اگر هنرمندی باشه که اثرش میتونه اثر هنری ناب به وجود بیاره، برای که این کار رو بکنه باید به قول فاکتر عرق ریزان روحه. فاکتر در نطقی که کرده عرق ریزان روح بیه کارشو برای نوشتن مثلا رمان خشم و هیاهو. یعنی یک کسی که بیاد یه عملی انجام بده که وقتی ذره ذره برسه به یه چیزی که بشه زلالیت یه قطره اشک رو پیدا بکنه، بگه آن اینه، که بعد بشه مثلا یه غزل حافظ یا یه دونه غزل رودکی، یا بشه یه بیت فردوسی، یا بشه یه رباعی خیام. بسی رنج بردم بسی در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. بسی رنج بردم، این همینه، مثل عرق ریزان روح فاکتر دیگه. و برای این کاری که داره میکنه میخواد برسه به زلالیت دیگه.
یعنی بهترین کاری که ممکنه رو میخواد انجام بده، آخرش بگه حالا راضی شدم، حالا اینی که میخوام اینه. اگر یک کسی حق اینو داشته باشه که بهش بگی بگه هنرش هنر نابه و این کاری کرده باشه به اون زلالیت برسه، این هم به درد اجتماع میخوره، هم برای هنر و هم برای همه تک تک افراد بشر و هم برای تاریخ. سراب سپهری رو بلا به سرش آوردن. وقتی گفت آب را گل نکنیم، نمونه نابیت همینو داره، میگه آب را گل نکنیم. معنی چون یعنی کار که یعنی چیزها زلال باشه. این شامل همه چی میشه، شامل همین کار هنر میشه، شامل رفتار آدم ها میشه، شامل اخلاق هم میشه، خود شعر هم میشه، همه جا میشه. دست از دروغ برداریم، همه اینا رو در بر میگیره. یک کلمه است. ما به طور کلی هممون میتونیم بفهمیم که بسیار ضررهای فراوان داریم میخوریم از نوع تلقیمون از این مدرنیزه. ما داریم اصل قضیه رو به شما بگم، اینو بارها گفتم، به طور کلی ما از فاضلاب فرهنگ داریم استفاده میکنیم، خیال میکنیم خود کاره و این کار رو اتفاقا ناقلان اون فرهنگ ما خیلی بی کمک میکنن بهش، برای که درست اینا در ترجمه و تعبیر خیلی وقتا چیز شاید دست میده، خلوص شاید دست میده، تبدیل به یه چیز دیگه میشه. تازه اگر آخر کار رو بده، خیلی از جایی که میان که ما یهو برای ما خیلی باهم میشه و کله پا میکنه ما رو، اینا برای ما به درد ما نمیخوره. ما اول باید خودمون بفهمیم چی کاره هستیم، گیر بیاریم کی کی هستیم. یعنی آدم اگه با فرهنگش باید روبرو بشه با این، نه اینکه به کلی هیچ خودشو ببینه و فقط اونو بگیره بخواد، اون میشه انتر. باید خود بود تا بتونی وقت بر خود بیفزایی. خودی اگه نباشه هیچ چی، تو هوا هیچی. خود بودن اصلا بدون فرهنگ معنی نداره. خود آدم، اون که من میگم من هستم، تا با که ما، من، ما، اینا، ما جز این گفتن ما تمام اون فرهنگ ما توش، یعنی سوار اونه، چه بدانیم و چه ندانیم. اگه ندانیم خب باید ندانیم، میشه مثلا آدم بیا دهاتی حالا بی سواده، ولی چقدر قشنگه ببین بدون اینکه فکر کنه خود به خود اصلا جلوه اون فرهنگ هر چی که هست. اصلا ما خراب میشیم موقعی که خیال میکنیم میدونیم. اگر غیر از این باشه، مصداق شعر سعدی میشه، چارپایی بر او کتابی چند میشه. آدمیزاد تا خودش رو نفهمه چی کار است و خودش، من تا با که من و منها همه با هم به یه جایی نرسیم، به خودمون رو اونچه که هستیم، به اونی که واقعا هستیم بدانیم و بفهمیم، کار دنیا همین است که خواهد بود. فعلا ببینید اینکه داره به کعبه داریم به ترکستان میریم به جای کعبه، علتش اینه. نقد گرفتن عیار سنجیه، در واقع فلزات بوده یا میگم سکه ها بوده که مثلا بدونید توش بودن چقدر طلاست، چقدر مثلا برنج، چقدر سربه، چقدر مثلا نقره است. عیار معلوم میشه که چیه. در واقع یه اثر هنری هم حالا هر چی میخواد باشه، اجزایش باید که اندازه‌گیری بشه و وزنش و رنگش و مزهش و بوش و خاصیتش بدون حب و بغض معلوم بشه، اندازه‌گیری دقیق بشه. این کار اگر بکنی میشه نقد. اگر شروع کنی به فقط فحش دادن و بد و بیراه گفتن یا تحسین بی خودی هی بالا بردن، این میشه ضد نقد. این حرف بی خودی، این نقد نیست، این چاخانه. تعداد اون اگر از رویست بدون حب و بغض عمل بکنن، گمان میکنم در اقلیت باشن، شاید در اقلیت خیلی خیلی پایین. میگه نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه خود مخبچگان خود پی کاری گیرند. یه سواله، بریم دو کلمه که باشه نقدها را بود آیا عیاری گیرند. این طرز نقدمای خود این شکلی بیشتر داره، نقدمون هم به دکلمه‌مون میاد. من یه قصه براتون میگم، یه قصه براتون میگم.
اینو نمیتونم حالا مناسبه برای این کار زمین. من یه بعد جوونی در سنه 17-18 سالگی یه دونه گراموفون روسی داشتم با صفحه های موسیقی که اون روزا تو رادیو تهران بود، صفحه های موسیقی حالا خارجی و داخلی، مال حالا قمر و زلی و تاج و اقبال سلطانی ها بر کنار، صفحات مثلا ریمسی کورساکوف، شهرزاد، نمیدونم بولروی راول، گم کنم مال راول، مثلا بولروی راول و چارداش های مونتی، صفحه های چارداش بود، آهنگ های کولی که چیزای مجاری بود که مال کولی ها بود، بهش میگفتن چارداش، خیلی زیاد تو رادیو تهران میزدن اینا رو، دیر ما جمع کرده بود. به هر حال در عالم جوانی خیلی برای من یا گرامافون این کارو من میکردم، خیلی چیز بودیم، خیلی یخم میگرفت. یه روزی من یه دور از همین چیزهای صفحه های چارداش که خیلی دوستم، چارداش مال مونتی رو گذاشته بودم که حالا باید شنیده باشید، اسمشو شنیده باشید که چیه، این صفحه رو گذاشتم که دارا را 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 دارا را 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 دارا را را دارا را را دار 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 چون چارداش مونتی من گفتم بابا خودت از چارداش مونتیه، گفت ای پس به به من اینو اصلا این اصلا تو زنده من اینو برای خیلی تاله تعریف کردم، برای که خیلی قصه اعلاییه و برای من اصلا شده معیار. یهو فهمید الان بتون من آدما رو به دو از این بابت جواب شما رو میخوام، اینکه سوالتون سخته، من خواستم با این کار حل مشکل بکنم، یک کلید گیر آوردم یادم افتاد در این فعلا من از جای این حرفا نیست اینجا مکالمه. ببینید من دو تا برای خودم برای چند نفر تا الان گفتم دو جور درک معنی و قدردانی از هنر هست، یکی بهبه یکی ابهبه. بیشتر آدم ها ابهبهی هن، بیشتر هنردوست ها ابهبهی هن، آدم های بهبهی واقعی خیلی نادر، همچنان که اون هنرمند ناب هم خیلی کمه که کارش هنر، همچنان شاعر. ما 15,000 تا شاعر داریم که خیلی دیگه مشتخارمون 15,000 تا شاعر دیگه، من گمان نمی کنم که بهبهی اینا تعدادش از مثلا به 100 تا برسه، ولی ابهبهی های خیلی بالا زیاد داریم. اینا در جهت نابی حرکت نمی کنه، در جهت نشون دادن یک توانایی های حرکت میکنه. خب اینا ارزش خودش داره، ولی ارزش اون سمعون بر نیارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی سعدی، این از نوع نابشه.